تعلیق موقت قهرمان سه دوره مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس به دلیل استفاده از مواد نیروزا. با علی عمادی هستیم برای خبرهای ورزشی داغ امشب. قهرمانی آلبرتو کونتادور اسپانیایی در تور دو فرانس امسال در حاله از ابهام قرار گرفته. علی، تمام خبرگزاری ها امروز هول‌هوش این ماجرا داشتن، خبر میدادند و مطلب می نوشتن. جریان چیست؟ درست، این یک بار دیگه در واقع خبر مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ که یکی از قهرمانان تور دو فرانس این ورزش دوچرخه سواری رو دچار بحران کرد. البته هنوز مشخص نشده و تا ثابت شدن این موضوع فعلا فعالیت‌های ورزشی آلبرتو کونتادور قهرمان سه دوره مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس به دلیل پیدا شدن ماده ممنوعی کلوبمترول در نمونه ادرارش از سوی فدراسیون جهانی این رشته UCI به حال تعلیق در اومده. قهرمان اسپانیایی سال‌های 2007، 2009 و 2010 که نتیجه آزمایش دوپینگش در حین برگزاری تور دو فرانس نشان از وجود ماده ممنوع داشته، آلودگی غذایی رو دلیل این نتیجه میدونه. اون دلیل وجود این ماده رو در آزمایشش خوردن گوشت آلوده عنوان کرده و گفته که هیچ شکی نداره که دوپینگ نکرده. اون ضمن اینکه عنوان کرده سرش رو بالا نگه خواهد داشت، گفته اجازه نمیده این مسئله آینده حرفه‌ایش رو تحت تاثیر قرار بده. البته مردم شهر زادگاه کونتادور پینتو هم همگی معتقد به بیگناهی اسطوره دوچرخه سواری اسپانیا هستن. اونها میزان اندک کلومبترول پیدا شده در آزمایشش رو دلیل بر بیگناهی وی میدونن. در آزمایش اول کونتادور میزان این ماده 400 برابر کمتر از حد نصاب تعیین شده وادا کمیته مبارزه با دوپینگ بوده. اما شین پرکینز دوچرخه سوار استرالیایی این خبر رو برای دنیای دوچرخه سواری و خود کونتادور ناامید کننده نامید. او اظهار داشت اگرچه همچنان باید منتظر خبرهای بیشتری در این باره بود، اما اگر دوپینگ قهرمان سه دوره مسابقات تور دو فرانس ثابت بشه، هم برای خود کونتادور و هم برای رشته دوچرخه سواری ویران کننده خواهد بود.